إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. در آغاز، خود و نمازگزاران محترم را به رعایت تقوا و پرهیزگاری و تمسک و التزام به دین و شریعت الهی سفارش و توصیه می کنم. اساس تقوا هدایت و راه یافتن است که انسان در مسیر هدایت و در مسیری که خدا و رسول برایش مقرر و تعیین نموده اند تقوای الهی را رعایت بکند. مسیر هدایت مسیری است که پیوسته از خداوند آن را جویا هستیم و در دعایمان در نماز مکرر هدایت به صراط مستقیم را تقاضا می کنیم. شرط تحقق هدایت پرهیز از گمراهی و راه‌های گمراهان است، همان‌گونه که پرهیز از راه کسانی که مورد خشم و غضب خدا قرار گرفته اند نیز شرط تحقق صراط مستقیم است. اصولا هدایت نقطه مقابل ضلالت و گمراهی است و این دو با هم جمع نمی شود. اگر انسان در مسیر هدایت قرار گرفت گمراه نمی شود، و اگر در مسیر گمراهی قرار گرفت هدایت نمی شود. یعنی اون کسی که راه هدایت را انتخاب کرده است از جانب خدا تضمینی شده است که کسی نتواند بر او مسلط بشود که او را گمراه بکند، و اون کسی که در مسیر گمراهی حرکت کرد و گمراه شد باز تضمین شده است که کسی نتواند او را هدایت بکند. این به این معنا است که هدایت و گمراهی در اثر رفتارها و تصرفات خود انسان و اقدامات خود انسان حاصل می شود. در غیر این صورت این تهدیدی که از جانب خدا شده است
عادلانه نبود که اگر انسان ناخواسته بدون اراده خودش گمراه بشود، چرا کسی نتواند او را هدایت بکند؟ و این نشان می‌دهد که گمراهی هایی که قابل هدایت نیست، من یضلل الله فلا هادی له، اون کسی که گمراه شد یا خدا او را گمراه کرد نمیتواند هدایت بشود، هیچ کس نمیتواند او را هدایت بکند. این گمراهی که از جانب خدا برای انسان ایجاد شده است بر اساس عملکرد خود انسان بوده است. پس برام را راست بگذاریم، قدم‌های کج و لغزش‌های خود انسان باعث می‌شود که انسان در مسیر انتخابی خودش گمراه و منحرف و از مسیر صراط مستقیم بلغزد. خوب است ما مصداق‌های دلالت و گمراهی را بهتر بشناسیم تا بتوانیم درست قدم برداریم. رفتارهای ما و اقدامات ما در مسیر گمراهی و ضلالت خدایی ناکرده نباشد که در همون مسیر گمراه بشویم، چون خداوند دلهایی را که از مسیر او کجروی کردند و گمراه شدند یا به راه کج رفتند، این دلها را کج می‌گرداند و چرخ می‌دهد از مسیر هدایت. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقتی انسان‌ها دچار زیغ یعنی دچار انحراف و کجروی شدند، قدم کج گذاشتند، خداوند دلهایشان را هم کج گردانید. پس مواظب باشیم قدم‌های کج و رفتارهای انحرافی که انسان از او صادر می‌شود، این قدم‌ها و این رفتارها می‌تواند باعث گمراهی نهایی انسان بشود که به صورت نهایی از مسیر انسان منحرف بشود. پس شرط تحقق دعای اهدنا الصراط المستقیم پرهیز از راه‌های انحرافی است، پرهیز از انواع و اقسام گمراهی هاست. بالاترین شکل گمراهی و ضلالت کفر و شرک است که خداوند از کفر و شرک در قرآن در سوره مبارکه نساء به عنوان ضلال بعید، یعنی گمراهی کاملا پرت و گمراهی کاملا دور از مسیر هدایت یاد نموده است. و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا. هر کس کفر بورزد به خدا و پیامبرانش و فرشتگانش و کتابهای آسمانی و روز آخرت، به این امور کفر بورزد، در گمراهی دوری افتاده است. این گمراهی خیلی بعید و دور است، دیگه قابل جبران نیست، قابل برگشت نیست به این راحتی. خیلی از مرحله انسان پرد شده است. به همین عبارت را در ارتباط با شرک به کار برده از خداوند، و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. هر کس به خدا شرک آورد در گمراهی دوری افتاده است. خدا ما را از کفر و شرک مسون نگه داشته است که الحمدلله که در کفر و شرک واقع نشویم. ما را مسلمان و مؤمن به دنیا آورده است و خلق کرده است، پا به عرصه وجود گذاشته ایم در خانواده مسلمان و مؤمن. منتها خطر دیگری که در این راستا وجود دارد و امکان دارد انسان از اون خطر ضربه بخورد و گمراه بشود، در مسیر گمراهی قرار بگیرد، خطر عصیان و نافرمانی امر خدا و رسول است که همین عبارت یا شبیه به همین عبارت در ارتباط با معصیت و نافرمانی خدا و رسول در قرآن آمده است. در سوره مبارکه احزاب می‌خوانیم که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. سزاوار نیست برای هیچ مرد یا زن مؤمن که هرگاه خدا و رسول حکمی صادر کردند
که اختیاری از کار خودشون داشته باشند. یعنی صدور حکم از جانب خدا یا از جانب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هیچ اختیاری برای انسان مؤمن باقی نمی گذارد.